کباب قاز نوشته سید محمد علی جمالزاده شب عید نوروز بود و موقع ترفیه رتبه در اداره با هم قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کس اول ترفیع رتبه یافت به عنوان ولیمه یک مهمانی دست جمعی کرده کباب قاز صحیحی بدهد دوستان نوش جان نموده به عمر و عزتش دعا کنند زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد. فورا مسئله مهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم در میان گذاشتم گفت تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده و باید در این موقع درست جلویشان درایی ولی چیزی که هست چون ظرف و کارد و چنگال برای دوازده نفر بیشتر نداریم یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عده مهمان بیشتر از یازده نفر نباشد که با خودت بشود دوازده نفر گفتم خودت بهتر میدانی که در این شب عیدی مالی از چه قرار است و بودجه ابدا اجازه خریدن خرت پرت تازه نمیدهد و دوستان هم از بیست و سه چهار نفر کمتر نمیشوند گفت یک بر خر گردن کلوف را که نمی شود وعده گرفت تنها همون رتبه های بالا را وعده بگیر و ما را نقدن خط بکش و بگذار سماق ببینکن گفتم ای بابا خدا را خوش نمی آید. این بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان چون این پای می افتد و شکم ها را مدتی سابون زدند که کباب قاز بخورند و ساعت شماری می کنند. اگر از زیرش در بروم چشمم را در خواهند آورد و حالا که خودمانیم حقم دارند چطور است از منزل یکی از دوستان و آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم آریه بگیریم با اوقات تلخ گفت این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیزی آریه وارد خانه بشود مگر نمیدانی که شکوم ندارد و بچه اول میمیرد گفتم پس چاره ای نیست جز این که دو روز مهمانی بدهیم یک روز یک دسته بیایند و بخورند و فردا آن روز دسته ای دیگر ایالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دسته اول و روز سوم دسته دوم بیایند اینک روز دوم عید است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است علاوه بر قاسم آش جوه و کباب بره ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلفات روبراه شده است. در تخت خواب گرم و نرم و تازهی که از جمله اسباب جهاز خانم است لم داده و به تفریح تمام مشغول خواندن حکایت های صادق هدایت بودم. درست کیفور شده بودم که ایالم وارد شد و گفت جوان دیلاقی مصطفی نام آمده میگوید پسر عموی تنی توست و برای عید مبارکی شرف یاب شده است مصطفی پسر دختردایی دختر خاله مادرم میشد جوانی به سن 25 یا 26 لات و لوت و آسمان جل و بیدست و پا و پخمه و گاگول و تا بخواهی بدریخت و بدقواره هر وقت میخواست حرفی بزند رنگ میگذاشت و رنگ برمیداشت و مثل این که دست هاون برنجی در گلویش گیر کرده باشد دهنش باز میماند و به خرخر میافتاد الحمدلله سالی یک مرتبه بیشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمیشدم به زنم گفتم تو را به خدا بگو فلانی هنوز از خواب بیدار نشده و شر این قول بیشاخ و دم را از سر ما بکن و بگذار برود لای دست بابای علیه رحمش. گفت به من دخلی ندارد مال بد میخریش صاحبش مشالله هفت قرآن بمیان پسر اموی دست دیزی خودت است هر گلی هست به سر خودت بزن من اساسا شرط کردم با قوم و خیش های ددری تو هیچ سر و کاری نداشته باشم آن هم با چونین لندهور الدنگی دیدم چاره نیست و خدا را هم خوش نمی آید این بیچاره که لابد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال ایدی آمده نامید کنم. پیش خودم گفتم چون این روز مبارکی سله ارهام نکنی کی خواهی کرد؟ لذا صدایش کردم. سرش را خم کرده وارد شد. دیدم ماشالله چشم بعد دور آقا وا ترقیدند. قدش دراز و پک و پوزش کریه تر شده است. گردنش مثل گردن همان قاز مادر ای که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود سر از یقه چرکین بیرون دوانیده بود و اگرچه به حساب خودش ریش تراشیده بود اما پشمهای زرد و سرخ و خرمایی به بلندی یک انگشت از لای یقه پیراهن سر به در آورده و مثل هایی که به مارچوبه گندیده افتاده باشند در پیرامون گردن و گلو در جنبش و احتزاز بودند. از توصیف لباسش بهتر از بگذریم ولی همینقدر میدانم که سر زانوهای شلوارش که از بس شسته شده بودند به قدر یک وجب خورده رفته بود چونان باد کرده بود که راستی راستی تصور کردم دور از هندوانه از جایی کش رفته و در آنجا مخفی کرده است مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شگ عجیب بودم که ایالم حراسان وارد شده گفت خاک به سرم مرد حسابی اگر ما امروز این قاز را برای مهمان امروز بیاوریم برای مهمان فردا از کجا قاز های آورد تو که یک قاز بیشتر نیاوردی ای و به همه دوستانت هم وعده کباب قاز داده ای دیدم حرف حسابیست و بد قفلتی شده گفتم آیا نمی شود نصف قاز را امروز و نصف دیگرش را فردا سر میز آورد؟ گفت مگر می خواهی خودت را بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف قاز سر سفره بیاورند تمام حسن کباب قاز به این است که دست نخورده و سر به مهر روی میز بیاید عقا که حرف منطقی بود و هیچ برو برگرد نداشت دردم ملتفت وخامت امر گردیده و پس از مدتی اندیشه و استشاره چاره منحصر به فرد را در این دیدم که هر طور شده تا زود است یک قاز دیگر دست و پا کنیم به خودم گفتم این مصطفى گرچه زیاد کودن و بی نهایت چلمن است ولی پیدا کردن یک قاز در شهر بزرگی مثل تهران کشف آمریکا و شکستن گردن رستم که نیست لابد این قدر از دستش ساخته است به او خطاب کرده گفتم مصطفى جان لابد ملتفت شده این مطلب از چه قرار است سر نازنینت را بنازم میخواهم نشان بدهی که چند مرد حلاجی و از زیر سنگ هم شده امروز یک عدد قاز خوب و تازه به هر قیمتی شده برای ما پیدا کنی مصطفى به عادت معهود ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد و بالاخره صدایش بریده بریده مثل صدای قیلیانی که آبش را کم و زیاد کنند از نیپیچ حلقوم بیرون آمد و معلوم شد میفرمایند در این روز عید قید قاز را باید به کلی زد و از این خیال باید منصرف شد چون که در تمام شهر یک دکان باز نیست با حال استیصال پرسیدم پس چه خاکی به سرم بریزم با همان صدا و همان اتوار آب دهن را فرو برده گفت والا چه عرض کنم مختارید ولی خوب بود میهمانی را پس میخاندید گفتم خدا عقلت بدهد یک ساعت دیگر مهمان ها وارد میشوند چطور پس بخوانم؟ گفت خودتون رو بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده از تخت خواب پایین نیایید گفتم همین امروز صبح به چند نفرشان تلفن کردم چطور بگویم ناخوشم گفت بگویید قاس خریده بودم سگ برده گفتم تو رفقای مرا نمیشناسی بچه قنداقی که نیستند بگویم ممه را لولو برد و آنها هم مثل بچه آدم باور کنند خواهن گفته جانت بالا بیاید میخواستی یک قاز دیگر بخری یا اصلا پاپی میشوند که سگ را بیاور تا حسابش را دستش بدهیم گفت بسپارید اصلا بگویند آقا منزل تشیف ندارند و به زیارت حضرت معصومه رفتند دیدم زیاد پرت و پلا میگوید خواستم نوکش را چیده دومش را روی کولش بگذارم و به امان خدا بسپارم گفتم مصطفی میدانی چیست عیدی تو را حاضر کردم این اسکناس را میگیری و زود میروی که میخواهم هر چه زودتر از قول من و خانم به زنم و جانم سلام برسانی و بگویی انشالله این سال نو به شما مبارک باشد و هزار سال به این سالها برسید. ولی معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای دیگری است. بدون آنکه اصلا به حرفهای من گوش داده باشد دنباله ی افکار خود را گرفته گفت اگر ممکن باشد شیوهی سوار کرد که امروز مهمانها دست به قاز نزنند می شود همین قاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر سفره آورد این حرف که در بادی امر زیاد بیپا و بی معنی به نظر می آمد کم کم وقتی درست آن را در زوایا و خفایای خاطر و مخیله نشخار کردم معلوم شد آنقدرها هم نامعقول نیست و نباید زیاد سرسری گرفت. هرچه بیشتر در این باب دقیق شدم یک نوع امیدواری در خود حس نمودم و ستاره ضعیفی در شبستان تیر و تار درونم درخشیدن گرفت. رفته رفته سردماغ آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفی نموده گفتم اولین بار است که از تو یک کلمه حرف حسابی میشنوم ولی به نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد باید خودت مهارت به خرج بدهی که احدی از مهمانان در صدد دست زدن به این قاز بر نیاید مصطفی هم جانی گرفت و گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود که مقصود من چیست و مهارش را به کدام جانب میخواهم بکشم آثار شادی در وجناتش نمودار گردید. بر تعارف و خوشزبانی افسوده گفتم چرا نمیای بنشینی؟ نزدیکتر بیا. روی این صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین. بگو ببینم حال احوالت چطور است؟ چه کار میکنی؟ میخوایی برایت شغل و زن مناسبی پیدا کنم؟ چرا گز نمیخوری؟ از این باغلا نوش جان کن, کن که سوقات یزد است. مصطفی قد دراز و کج و معوجش را روی صندلی مخمل جا داد و خاص جویده جویده از این بروز محبت و دلبستگی غیر مترقبه هرگز ندیده و نشنیده سپاسگزاری کند ولی مهلتش نداده گفتم از الله این حرف ها چیست؟ تو برادر کوچک من هستی؟ اصلا امروز هم نمیگذارم از اینجا بروی باید میهمان عزیز خودم باشی یک سال تمام است این طرف ها نیامده بودی ما را یک سر فراموش کرده یا انگار نه انگار که در این شهر پسر اموی هم داری معلوم می شود از مرگ ما بیزاری الا و ولا که امروز باید نهار را با ما صرف کنی همین الان هم به خانم می سپارم یک دست از لباس های شیک خودم هم بدهد بپوشی و نونوار که شدی بیایی سر میز پهلوی خودم بنشینی چیزی که هست ملتفت باشه وقتی بعد از مقدمات آش جو و کباب بره و برنج و خورش قاز را رو روی میز آوردند میگویی ای بابا دستم به دامنتان دیگر شکم ما جا ندارد انقدر خورده ایم که نزدیک از بترکیم کاه از خودمان نیست کاهدان که از خودمان است واقعا حیف از این قاز به این خوبی را سگ خور کنیم از طرف خود و این آقایان استدعای آجزانه دارم بفرمایید همینطور این دوری را برگردانند به اندرون و اگر خیلی اصرار دارید ممکن است باز یکی از ایام همین بهار خدمت رسیده از نو دلی از عذا درآوریم ولی خدا شاهد است اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید همینجا بستری شده و بال جانتان میگردیم مگر آنکه مرگ ما را خواسته باشید آن وقت من هرچه اصرار و تعارف میکنم، تو بیشتر امتنا ورزی و به هر شیوه هست مهمانان دیگر رو هم با خودت همراه می کنی. مصطفی که با دهان باز و گردن دراز حرفای مرا گوش میداد داد پوزخند نمکی نزد، زد یعنی اینکه کشک و پس از مدتی کوک کردن دستگاه صدا گفت خوب دستگیرم شد خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد چندین بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد. وقتی مطمئن شدم که خوب خر فهم شده، برای تبدیل لباس و آراستن سر و به اتاق دیگرش فرستادم و باز رفتم تو خط مطالعه حکایات کتاب سایر روشن. دو ساعت بعد مهمان ها بدون تخلف تمام و کمال دور میز حلقه زده در صرف کردن سیقه بلعت احتمام تامی داشتند که ناگهان مصطفا با لباس تازه و جوراب و کروات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر براق و زراق و فتان و خرامان چون تاووس مست وارد شد صورت را تراشیده سوراخ و سنبه و چاله و دساندازهای آن را با گرد و کرم کاهگل مالی کرده زلفها را جلا داده پشمهای زیادی گوش و دماغ و گردن را چیده هر هفت کرده و معطر و منور و معنعن گویی که از اشراق نامی سینماست که از پرده به در آمده و مجلس ما را به طلعت خود مشرف و مزین نموده باشد. خیلی تعجب کردم که با آن قد دراز چه حقی به کار برده که لباس من اینطور قالب بدنش در آمده است. گویی جامعی بود که درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است. آقای مصطفی خان با کمال متانت و دلربایی تعارفات معمولی را برگزار کرده و با, با وقار و خونسردی هرچه تمامتر به جای خود زیر دست خودم به سر میز قرار گرفت. او را به عنوان یکی از جوانهای فاضل و لایق پایتخت به رفقا معرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهده وظایف مقرره خود برمی آید قلبن مسرور شدم و در باب آن مسئله معهود خاطرم داشت به کلی آسوده می شد. به قصد ابراز رضامندی خود گیلاسی از عرق پر کرده و تعارف کنان گفتم آی مصطفی خان از این عرق اصفهان که الکلش کم است یک گیلاس نوش جان بفرمایید لبها را قنچه کرده گفت اگرچه عادت به کنیا که فرانسوی ستاره نشان دارم ولی حالا که اصرار می‌فرمایید اطاعت می‌کنم این را گفته و گیلاس عرق را با یک حرکت مچ دست ریخت در چاله گلو و دوباره گیلاس را به طرف من دراز کرده گفت عرقش بدتم نیست. مزه ودکای مخصوص للینگراد را دارد که اخیرا شارج دافر روس چند بطری برای من تعارف فرستاده بود. جای دوستان خالی خیلی تعریف دارد. ولی این عرق اسفهان هم پای کمی از آن ندارد. ایرانی وقتی تشویق دید فرنگی را تو جیبش میگذارد. یک گیلاس دیگر لطفاً پر کنید ببینم چه درد سر بدهم طولی نکشید که دو سلس شیشه عرق به انزمام مقدار امده ای از مشروبات دیگر در خمره شکم این جوان فاضل و لایق سرازیر شد محتاج به تسکار نیست که ایشان در خوراک هم سر سوزن قصور را جاگز نمی از همه اینها گذشته از اثر شراب و کباب چنان قلب ماهیتش شده بود که باور کردنی نیست. حالا دیگر چانهش هم گرم شده و در خوشزبانی و حرافی و شوخی و بزله و لطیفه نوک جمع را چیده و متکلم وحده و مجلسارای بلا معارض شده است کلید مشکلگشای عرق قفل توپق را هم از کلامش برداشته و زبانش چون زلفقار از نیام برآمده و شق القمر می این آدم بیچش که از امامزاده داوود و حضرت عبدالعظیم قدم آن طرفتر نگذاشته بود از سرگزش های خود در شیکاگو و منچستر و پاریس و شهرهای دیگر از اروپا و آمریکا چیزها حکایت می کرد که چیزی نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودند و ایشان زبان. عجب در این است که فرو رفتن لقمه های پی در پی ابدا جلوی صدایش را نمی گرفت. گویی هنجرهش دو تنبوشه داشت. یکی برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرف های قلمبه. به مناسبت صحبت از سیزده عید بنا کرد به خواندن قصیده که می گفت همین دیروز ساخته. فریاد و فقان مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد. دو نفر از آقایان که خیلی ادعای فضل و کمالشان میشد مقداری از ابیات را دوبار و سه بار مکرر ساختند. یکی از حزار که کباده شعر و ادب میکشید چنان محزوز گردیده بود که جلو رفته جبهه شاعر را بوسیده و گفت ای والله حقیقتا استادی و از تخلص او پرسید مصطفی به رسم تحقیر چین به صورت انداخته گفت من تخلص را از زواعد و از جمله رسوم و عاداتی می دانم که باید متروک گردد ولی به اصرار مرحوم عدیب پیشاوری که خیلی به من لطف داشتند و در اواخر عمر با بنده معلوف بودند و کاسه کوزه یکی شده بودیم کلمه استاد را بر حسب پیشنهاد ایشان اختیار کردم اما خوش ندارم زیاد استعمال کنم همه هزار یک صدا تصدیق کردند که تخلصی بس بجاست و واقعا سزاوار حضرت ایشان است در آن اسنا صدای زنگ تلفن از سرسرای امارت بلند شد آقای استاد رو به نوکر نموده فرمودند هم قطار احتمال می دهم ده وزیر داخله باشد و مرا بخواهد. بگویید فلانی حالا سر میز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد. ولی معلوم شد نمره غلطی بوده است. اگر چشمم احیانا تو چشمش می افتاد با همان زبان بیزبانی نگاه حقش را کف دستش می گذاشتم. ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده مدام در روی میز از این بشقاب به آن بشقاب میدوید و به کائنات اعتنا نداشت. حالا آش جو و کباب بره و پلو و چلو و مخلفات دیگر صرف شده است و پیش درآمد کنسرت آرق شروع گردیده و موقع مناسبی است که کباب قاز را بیاورند. مثل اینکه چشم به راه کلهش پختور باشم، دلم می میتپد و برای حفظ و حسانت قاز در در فلاح و خیر و حافظان میگویم خادم را دیدم قاب بر روی دست وارد شد و یک رأس قاز فربه و برشته که هنوز روغن در اطرافش وز میزند در وسط میز گذاشت و ناپدید شد شش دانگ حواسم پیش مصطفا که نکند بوی قاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود ولی خیر الحمدلله هنوز عقلش به جا و سرش تو حساب است به محض اینکه چشمش به قاز افتاد رو به مهمان ها نموده گفت آقایان تصدیق بفرمایید که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر خوش نخواند. آیا حالا هم وقت آوردن قاز است؟ من که شخصا تا خرخره خوردهام و اگر سرم را از تنم جدا کنید یک لقمه هم دیگر نمیتوانم بخورم ولو ماعده آسمانی باشد ما که خیال نداریم از اینجا یک راست به مریض خانه دولتی برویم. معده انسان که گاوخونی زنده رود نیست که هر چه تویش بریزی پر نشود. آنگاه نوکر را صدا زده گفت بیا هم قطار آقایان خواهش دارند این غاز را برداری و بی برو برگرد یک سر ببری به اندرون. مهمان ها سخت در محضور گیر کرده و تکلیف خود را نمی دانند. از یک طرف بوی کباب تازه به دماغشان رسیده است و ابدا بیمیل نیستند ولو به عنوان مقایسه باشد لغمه ای از آن چشیده تعم و مزه قاز را با بره بسنجند. ولی در مقابل تظاهرات شخص شخیصی چون آقای استاد دو دل مانده بودند و گرچه چشمهایشان به قاز دوخته شده بود خواهی نخواهی جز تصدیق حرفهای مصطفی و بله و البته گفتن چاره ای نداشتند. دیدم توطعه ما دارد می دلم میخواست می توانستم صدافرین به مصطفا گفته لب و شطوریش را به باد بوسه بگیرم. فکر کردم از آن تاریخ به بعد زیر بغلش را بگیرم و برایش کار مناسبی دست و پا کنم ولی محض حفظ ظاهر و خالی نبودن عریزه کارد پهن و درازی شبیه به ساتور قصابی به دست گرفته بودم و مانند حضرت ابراهیم که بخواهد اسماعیل را قربانی کند مدام به قاز علیه السلام حمله آورده و چنان وانمود می کردم که می خواهم این حیوان بیار و یاور را از هم بدرم و زمنان یک دو جین اصرار بود که به شکم آقای استاد می که محض خاطر من هم شده فقط یک لغم میل بفرمایید که لاقل زحمت آشپز از میان نرود و دماغش نسوزد خوشبختانه که قصاب زبان قاز را با کلش بریده بود و الا چه چیزها که با آن زبان به من بی هیای درو نمی گفت خلاصان که از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار و عاقبت کار به آنجا کشید که مهمانها هم با او هم صدا شدند و دست جمعی خواستار بردن قاز و هوادار تمامیت و عدم تجاوز به آن گردیدند کار داشت به دلخواه انجام می که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان حیف نیست که از چون قاضی گذشت که شکمش را از آلوی برقان پر کردند و منحصرا با کره فرنگی سرخ شده است هنوز این کلام از دهن خرد شده ما بیرون نجسته بود که مصطفا مثل اینکه قفلتا فنرش در رفته باشد بی اختیار دست دراز کرد و یک کتف قاز را کنده به نیش کشید و گفت حالا که میفرمایید با آلوی برقان پر شده و با کره فرنگی سرخش کرده اند، روا نیست بیش از این روی میزبان محترم را زمین انداخت و محض خاطر ایشان هم شده یک لغمه مختصر می چشیم. دیگران که منتظر چنین حرفی بودند فرصت نداده مانند قحتی زدگان به جان قاز افتادند و در یک چشم به هم زدن گوشت و استخوان قاز مادر مرده مانند گوشت و استخوان شطور قربانی در کمرکش دروازه حلقوم و کتل و گردنه یک دو جین شکم و روده مراحل مزق و بل و هضم و تحلیل را پیمود یعنی به زبان خودمانی رندان چنان کلکش را کندند که گویی هرگز قاضی سر از بیزه در نیاورده قدم به عالم وجود ننهاده بود میگویند انسان حیوانی است ولی این مخلوقات عجیب گوی استخانخار خلق شده بودند. واقعا مثل این بود که هر کدام یک معده یدکی هم همراه آورده باشند. هیچ باور کردنی نبود که سر همین میز آقایان دو ساعت تمام کارد و چنگال به دست با یک خروار گوشت و پوست و بقولات و حبوبات در کشمکش و تلاش بودند و ته بشقابها را هم لیسیدند. هر دوازده تن تمام و کمال و راست و حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند و به چشم خودم دیدم که قاز گلگونم لخت لخت و قطعه بعد اخرا تو امیگ این جماعت کرکس صفت شده و کملن یکون شیعن مذکورا در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید مرا میگویی از تماشای این منظره هولناک آب به دهانم خوش شده و به جز تحویل دادن خنده های زورکی و خوش های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود. اما دو کلم از آقای استاد بشتوید که تازه کیفشان گل کرده بود در حالی که دستمال ابریشمی مرا از جیب شلواری که تعلق به دعا گوداش درآورده به ناز و کرشمه لب و دهان نازنین خود را پاک می کردند باز فیلشان به یاد هندوستان افتاده از نو بنای سخنوری را گذاشته از شکار گرازی که در جنگل‌های سوئیس در مصاحبت جمعی از مشاهیر و اشراف آنجا کرده بودند و از معاشقه خود با یکی از دخترهای بسیار زیبا و با کمال آن سرزمین چیزهایی حکایت کردند که چه ارز کنم ازار هم تمام را مانند وحی منزل تصدیق کردند و مدام به به تحویل میدادند. در همان بهبهه بخور بخور که منظره فناو و زوال قاز خدا بیا مرز مرا به یاد بی ثباتی فک بوغلمون و شقاوت مردم دون و مکر و فریب جهان پتیاره و وقاحت این مصطفی بدقواره انداخته بود با صدای تلفن بلند شد بیرون جستم و فوراً برگشته رو به آقای شکارچی معشوق کش نموده گفتم ای مصطفی خان وزیر داخلش شخصا پای تلفن است و اصرار دارد با خود شما صحبت کند. یارو حساب کار خود را کرده بدون آنکه سر سوزنی خود را از تک و تا دل به دریا زده و به دنبال من از اتاق بیرون آمد. به مجرد اینکه از اتاق بیرون آمدیم در را بستم و صدای کشیده ای آب نکشیده ای به قول متجددین تنین انداز گردید و پنج انگشت دعاگو به معیت مچ و کف و مایت علق بر روی صورت گلنداخته آقای استاد نقش بست. گفتم خانه خراب. تا حلقوم بل ایده بودی باز تا چشمت به قاز افتاد دین و ایمان را باختی و به منی که چون تو ازبکی را صندوقچه سر خود قرار داده بودم خیانت ورزیدی و نارو زدی ده بگیر که این ناز شستت باشد و باز کشیده دیگری نسارش کردم با همون صدای بریده بریده و زبان گرفته و عدوعتفورهای معمولی خودش که در تمام مدت نهار اثری از آن هویدا نبود نفس و حق, حق گفت پسرمو جان من چه گناهی دارم؟ مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و مدار گذاشتیم شما فقط صحبت از قاز کردید؟ کی گفته بودید که توی روغن فرنگی سرخ شده و توی شکمش آلوی برقان گذاشتند؟ تصدیق بفرمایید که اگر تقصیری هست با شماست نه با من؟ به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمیدید. از این بهانه تراشی هایش داشتم شاخ در می آوردم. بی اختیار در خانه را باز کرده و این جوان نمکنشناس را مانند موشی که از خمره روغن بیرون کشیده باشند بیرون انداختم و قدری برای به جا آمدن احوال و تسکین قلیان درونی در دور حیات قدم زده آنگاه با صورتی که گویی قشری از خنده تصنعی روی آن کشیده باشند وارد اتاق مهمانها شدم دیدم چپ و راست مهمان دراز کشیدند و مشغول تخت زدن هستند و ششدانگ فکر و حواسشان در خط شش و بش و بستن خانه افشار است. گفتم آقای مصطفی خان خیلی معذرت خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظی با آقایان بروند. وزیر داخل اتومبیل شخصی خود را فرستاده بودند که فوراً آنجا بروند و دیگر نخواستند مزاحم آقایان بشوند. همه اهل مجلس تأسف خوردند و از خوشمشربی و خوشمحذری و فضل و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت ایشان به مجالس خود نمره تلفن و نشانی منزل او را از من خواستند و من هم از شما چه پنهان با کمال بیچشم و رویی بدون آنکه خم به ابرو بیاورم همه را غلط دادم. فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بهترین لباسهای نودوز خود را با کلیه متفرعات به انزمام مایحتوی یعنی آقای استاد مصطفی خان به دست چلاق شده خودم از خانه بیرون انداختم. ولی چون که تیری که از شست رفته باز نمیگردد، یک بار دیگر به کلام بلند پایی از ماست که بر ماست ایمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیه رتبه نکردم